در این بخش از برنامه در خدمت استاد گرامی هستیم، جناب استاد اسدالله محمدی، استاد دانشگاه، که روی موضوع فیسبوک انشاءالله صحبت می‌داشته باشیم. استاد گرامی سلام و صبحتان بخیر، بسیار زیاد خوش آمد. سپاس و تشکر. من خوش خدمت شما هر سلام دارم و همچنان خدمت بینندگان گرامی شما. زنده و سلامت باشین. خوشحال هستیم که استاد امروز حضور شما رو در برنامه داریم. صحبت‌های مقدماتی شما رو می‌شنویم در رابطه به معرفی فیسبوک. قسمی که میدانیم فیسبوک یک پلتفرم یا یک شبکه اجتماعی هست که توسط یک جوان آمریکایی که دقیقاً زمانی که فیسبوک را اینا کار میکرد رویشان سنش 20 ساله بود و همچنان محصل دانشگاه هاروارد بودن. وقتی که در نخستین بار این جوان 20 ساله آقای زاکربرگ میخواست که فیسبوک را معرفی بکنن، توقعش این نبود که یک روز در جهان یک پلتفرم یا شبکه اجتماعی بسیار مشهور باشه که میلیاردها انسان در روی کره زمین از این پلتفرم استفاده کنه و این یک منبع خوب برای تبلیغات، همچنان برای نشر و پخش اطلاعات و همچنان روابط و همچنان کسب درآمد، بخشای تجارت اینا شود. در نخست خیلی ساده بود. زمانی که در هاروارد آغاز شد دقیقاً ماه فوریه 2004 بود، سال 2004، و در شروع 1200 نفر پروفایل ایجاد کردن برای خود، بیشتر دوستان و همسنفان آقای زاکربرگ بود. و بعد از مدت کوتاه نصفی از محصلان که در دانشگاه هاروارد محصل بودن اونا برای خود پروفایل ایجاد کردن، اما خیلی پیش پا افتاده بود. در سال 2007-2008 گسترده شد در سطح شهرهای آمریکا و همچنان در سالهای 2009-2010-2015 اوج رشد فیسبوک در سطح جهان بود. و فعلا وقتی ما لیستی از استفاده کنندگان فیسبوک در سطح جهان میبینیم، بیشترین استفاده کنندگانش از کشور آمریکا هست و در درجه دوم کشور هند است، در درجه سوم مالزی هم تو به ترتیب. و امروز زمانی که ما متوجه میشیم فیسبوک تعداد 2,900,000 استفاده کننده داره که رقم بسیار بزرگ است. تقریبا گفته میتونم نزدیک به نصف مردم دنیا از فیسبوک امروز استفاده میکنه و یکی از شبکه های اجتماعی محبوب و پرطرفدار است برای مردم. دقیقا، بسیار خوب. حالا جناب استاد، چه خوب است که روی مزایا و معایبش همچنان بپردازیم که فیسبوک چی مزایا و چی معایبی داره. هر پدیده‌ای که ما در دنیا معرفی میشه در نخست یا پدیده‌ای که وجود دارن دقیق است که ابعاد مختلف دارن، هم دارای مزایا هست و هم دارای معایب هست. من خوست در مورد مزایای فیسبوک صحبت میکنیم. یکی از مزایاش است که رایگان است، هیچ هزینه‌ای را ما در اینجا نیاز نداریم که مصرف کنیم. وقتی ما یک وبسایت بسازیم، وبلاگ بسازیم و بقیه از پلتفرم ها رو خود ما طراحی بکنیم، ما نیاز داریم که اونا رو هست کنیم در یک سرور و ماهانه برای از اونا باید پیسه پرداخت کنیم و همچنان دومین باید بخریم. پس یک هزینه بر از هزینه نیاز داریم. اما فیسبوک هستینگ نیاز نداره، همه چیز آماده هست، فقط یک پروفایل ایجاد میکنیم و همه معلومات خود نشر میکنیم. همچنان ارتباطات را بسیار قوی اینا فراهم میکنه، گزینه ارتباطات را. شما در هر نقطه از دنیا دوست را خواسته باشین که پیدا بکنین، یا خواسته باشین با دوستان قبلی خود، با قوم و خویش خود یا هر کسی دیگری که مشهور هستن، اگر خواسته باشین که ارتباط برقرار بکنین، با اونا درخواست دوستی بفرستین، پیام بفرستین، این رابطه در اسرع زمان صورت میگیره. از طریق فیسبوک یک از خوبیاش اینا هستن. و همچنان کسایی که کارآفرین است به عنوان یک ابزار مفید برای کارآفرین‌ها هم هستند. چطور؟ مثلا یک کسی میخواین که کار را آغاز بکنن، روی برنامه‌های خود کار میکنه و بعد از طریق فیسبوک اطلاعات را پخش میکنن و بقیه مردم هم میتونه که از این طریق در مورد برنامه‌های یک کارآفرین آگاهی پیدا کنه. همچنان بحث دیگرش کم هزینه هست. البته خود فیسبوک رایگان هست. هزینه کمی که ما مصرف میکنیم همون داشتن یک وسیله است که یا کامپیوتر یا موبایل، معمولا مردم از موبایل استفاده میکنن، یا تبلت، آیپد، و همچنان هزینه اینترنت است. وقتی ما استفاده میکنیم دقیقاً باید به اینترنت وصل باشیم. میتونیم که از طریق فیسبوک کلاس های درسی، بخش های آموزشی را هم داشته باشیم. گزینه ها را دارن، بخش های لایف دارن، بخش های
گذاشتن ویدیوها دارم و همچنان نظرسنجی ها را میتونم از طریق فیسبوک انجام بدم. شما در مورد برنامه های خود میخواین که با مخاطبین خود یک ارتباط برقرار بکنیم و بهترین ارتباط است که شما گزینه نظرسنجی فیسبوک را فعال میسازن، آنها رای میتن برای شما که آیا برنامه شما یک برنامه مفید است یا خیر. و همچنان شرکت ها، همچنان هتل ها، رستوران ها، بخش های خدماتی، هر بخشی که در جامعه ما ببینیم، اونا نیازمند هست که تا مشتریانشان یا کسایی که همراهشان هستن اونا باید راضی باشن نسبتا. پس گزینه نظرسنجی ها رو میتونیم از طریق فیسبوک بسیار به صورت دقیق اجرا بکنیم و یک نظرسنجی دقیق در اینجا به دست بیاریم. همچنان آموزنده هستن. شما در پروفایل های فیسبوک خیلی از اطلاعات دست اول را میبینیم. مثلا ما پیش از اینکه خودم تلویزیون ببینیم بیشتر صفحه فیسبوک بی بی سی امرای ما هست، افغانستان انترنشنل هست و بقیه از رسانه های مشهور دنیا سی ان ان هست و بعضی از رسانه های دیگه. ما اخبار بیشتر در اونجا میبینیم پیش از اینکه به تلویزیون مراجعه بکنیم، در اونجا همه موارد رو میخونیم. و همچنان میتونیم که پروفایل شخصی را در اینجا ما ایجاد بکنیم. در فیسبوک شما دو نوع صفحه دارین. یک صفحه پروفایل شخصی شما است. شما عکس خود میگذارین و پستای شخصی خود را در اینجا شریک میکنین. و بخش دیگر صفحه تجارتی دارین، پیج فیسبوک هستن. پس هرگاه ما خواسته باشیم که راه های تجارتی را داشته باشیم، تبلیغات ما بیشتر گسترده باشه، این توصیه متخصصین است که باید شما همیشه از پیج فیسبوک استفاده کنید، نه از پروفایل خود. پروفایل مربوط شخصی خود شما میشه. شما میتونید در پروفایل خود محدودیت ها را به وجود بیارین که چه تعداد از افراد پست های شما را ببینن و همچنان میتونین که شخصی سازی کنید، یک محیط شخصی شما است. اما وقتی شما در پیج مراجعه میکنید، پیج پابلیک هستن، هر کس میتونه که معلومات شما رو ببینن و گزینه های اسپانسر دارن که وقتی اسپانسر میکنین و باعث میشه که یک حوزه، یک قسمت از جغرافیای یک کشور، همچنین یک قاره یا کلی از دنیا را تحت پوشش قرار بده و تحت اسپانسرشیپ شده. همچنان میتونیم که دوستانی که سالها ندیدین یا همچنان هیچ نمبر تماس از اونا ندارین، از طریق سرچینگ یا گزینه جستجوی فیسبوک میتونین دوستان خود در هر نقطه از دنیا باشن، میتونین که اونا را پروفایلش را پیدا بکنین و همچنان درخواست دوستی برشان ارسال کنین و روابط پیام اینا را با فیسبوک آغاز کنین. و یکی از گرچه خیلی مزایا گفته نمیشه، سرگرمی هستن در اوقات بیکاری. من گرچه خودم طرفدار این نیستم، من خودم طرفدار نیستم که هرگاه ما مصروفیت های شغلی داریم، در دفتر هستیم، جاهای دیگه، خب و کار خود پیش میبره. ما زمانی که بیکار میشیم برای از اینکه ما یک سرگرمی داشته باشیم، بهترین گزینه ویدیوهای آموزشی، متنای آموزشی هست. ما باید همیشه در پشت آموزش باشیم. فکر نکنیم که ما امروز فرض کنیم درجه تحصیل ما ماستری است، دکترا هست. ما هر قدر که سطح دانش ما بالا باشن، درجه تحصیل ما بالا باشن، باز هم نیازمندی هستیم که بیاموزیم، چون روند آموزش قابل تغییر هستن، تکنولوژی به خصوص در حال تغییر هستن. از لحاظ است که همیشه ما سرگرمی ما طوری نباشه که وقت بگذرانیم بدون دستاورد باشه. ما همیشه باید در حال آموزش باشیم. بهترین کار همین هستن. بس بعد این معایبش هستن دقیقاً که عیبای زیادی هم دارن. گزارش هایی که از طریق بعضی از روزنامه ها یا مجله های مشهور دنیا نشر شدنی هستن که فیسبوک در خواب انسان ها تأثیر دارن برای کاربران خود، خواب را کم می سازه. بیشتر کسایی که فیسبوک استفاده میکنه، معمولا روزها ما مصرف کار اینا هستیم، شبها وقتی بیکار میشیم بعد از صرف غذا ممکن است که به فیسبوک سر بزنیم. این طوری است که وقتی ما در چنگ فیسبوک افتادیم، باز زود خدا نمیتونیم بیرون کنیم. اسکرول میکنیم، پست ها رو میبینیم، ویدیو ها رو میبینیم، البته به ترتیب یک زمانی میبینیم که تقریبا 2 ساعت 3 ساعت زمان گذشته ولی ما هنوزم در فیسبوک هستیم. این باعث مشکل میشه، بیخواب میشیم و بیخوابی خودش بزرگترین چالش در آرامش زندگی است. و همچنان مدیریت خانوادگی را نسبتا آسیب میزنن. بیشتر پدرها، مادرها تا اینکه متوجه اطفال خود باشن، در تربیت از اونا بیشتر برنامه ریزی داشته باشن، اینا اوقات بیکاری خود با فیسبوک سپری میکنن. پس ایست که اطفال هم ممکن با گذشت زمان با فیسبوک رو بیارن. در اینجا ممکن است که باعث این شود که مدیریت درست نشود اطفال و مشکل پیش بیان. همچنان رفتارهای اجتماعی رو تغییر میدن. یکی از خطرناکترین کار فیسبوک یا استفاده از فیسبوک است که ما همیشه اوقات بخصوص جامعه های عقب مانده، کشورهای عقب مانده جهان سوم، ما بیشتر زندگی خود را یا داشته های خود را مقایسه میکنیم. فرض کنیم ما یک تصویر از یک هنرمند یک کشور میبینیم یا فرض کنیم تصویر یک آدم موفق میبینیم
و یا زندگی کسی را میبینیم، باز ما خود مقایسه میکنیم. باعث میشه که ما از لحاظ روانی بسیار آسیب ببینیم، به زمین بخوریم که اونا هم یک انسان است، ما هم یک انسان هستیم، چرا ما در اون سطح نیستیم؟ پس وقتی مقایسه کنیم زندگی را، طبیعی است که اما آرامش ما، خوشبختی های ما صدمه میبینن و باعث میشه که ممکن زندگی شخصی ما خیلی آسیب ببینه. و همچنان محققانی که دقیقاً فعلا تحقیق کردن، از 8 نفر استفاده کننده فیسبوک یک تایشان معتاد هست، اعتیاد دارن. یعنی 8 نفر وقتی سروی بکنیم دقیقاً یک تایش اعتیاد داره. اعتیاد معنیش است که ما اگر یک کار انجام ندیم دغدغه داشته باشیم. وقتی یک کار انجام ندیم فرض کنیم که احساس کمی بکنیم، پس به طرف علاقمندی داریم که تا انجام بدیم. فیسبوک هم اعتیاد آور هست، معتاد میکنن. هر یک ما شما داریم موبایل های خود که وقتی میبینیم، وقتی در دفتر هستیم یا خانه هستیم، هر چند دقیقه بعد فیسبوک خود چک میکنیم. به این معنی است که ما معتاد شدیم. و همچنان خطرات دیگریش که بین تعدادی از کاربران فیسبوک فعلا هستن، تقریبا 360 میلیون نفر معتاد هستن. اعتیاد به فیسبوک در سالیان اخیر خیلی جدی هست، زیاد شدن و مشکلات زیاد را هم به بار میرن. همچنان یک از معایب فیسبوک است که نفرت پراگرانه ها در اینجا به وجود میان، تبلیغات منفی وجود دارن. به خصوص کسانی که در کشورهای عقب مانده مثل افغانستان زندگی میکنن، وقتی یک پست در اینجا گذاشته میشه، وقتی ما کامنت ها رو میبینیم یا خلاصه اکشن های مردم درباره پست میبینیم، بیشترشون نگاه های منفی دارن و این خودش باعث میشه که اما جذابیت یا خوبی های پست یا اما استفاده از فیسبوک کمتر بسازن. همچنان سوء استفاده ها صورت میگیرن. بسیار کسا پروفایل های فیک میسازن در حالی که شخص نیست، از تصویرش، از نامش، از اینا استفاده میکنه، یک پروفایل فیک میسازه. ممکن سوء استفاده بکنن، از بعضی کسا پول میخواین، از بعضی کسا ممکن پیام های نادرست برشان میفرستن. اینا از جمله معایب فیسبوک است و این برنامه ها همیشه برای فیسبوک گزارش شده که شما جلوی چنین کارها رو بگیرن. هیچگاه باید پروفایل فیک ایجاد نتانیم. ما کسایی که در یک بخش مثلا تخصصی نیست، اونا ابراز نظر میکنن، بخش ها رو بردن برای فیسبوک رسانده شده که شما جلوش رو باید بگیرن. اونا هم تلاشش هست که با گذشت زمان اصلاحات بیاره و از سالهای گذشته کرده کمی بهتر شدن و همچنان معایبش کمتر ساختن. بله، خیلی سپاس از شما جناب استاد. تشکر. زنده و سلامت باشین. صحبت خیلی خوب داشتین.